نرخ رشد جمعیت در ایران به حدود یک درصد رسیده و پیش بینی می شود در سالهای آینده نرخ رشد جمعیت این کشور منفی شود به گزارش شیوز و نقل از, از خبرگزاری فارس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگ ایران از وضعیت فعلی جمعیت و میزان موالید کشور در شش ماهه اول سال 98 گزارشی را منتشر کرد در این گزارش آمده است که در سال 1380 تا سال 1394 در ایران با افزایش به روبرو بودیم اما پس از سال 1394 به علت خالی شدن توان درونی جمعیت تعداد تولدها با شیب تقریبا تندی شروع به کاهش کرده و در سال 1397 میزان موالید این کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از 8 درصدی مواجه شده است که در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است همچنین در شش ماهه اول امسال 1398 نسبت به شش ماهه اول سال 1397 این تعداد با 13 درصد کاهش مواجه بوده که کاهش بیش از 92 هزار تولدی را به همراه داشته است در این گزارش آمده است که تخمین زده می شود در پایان امسال میزان تولد به 1.205.954 عدد برسد که کاهش بی سابقه این نسبت سالهای گذشته داشته است تعداد تولدهای سال 1397 در مقایسه با سال 1394 نشان دهنده کاهش دویست و سه هزار و ده نفری است همچنین میزان موالید از حدود 20 در هر هزار نفر جمعیت در سال 1394 با کاهشی محسوس به 16 در هر هزار نفر جمعیت در سال 1397 رسیده و تخمین زده می شود که در سال 1398 نرخ زاد و ولد با 14 تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت به کمترین حد خود در طی 50 سال گذشته رسیده باشد طبق برآوردهای انجام شده بر مبنای نتایج سرشماری جمعیت ایران در پایان نیمه اول سال جاری برابر 82 میلیون و نفر بوده است مطابق نتایج سرشماری نرخ رشد جمعیت ایران از 1.29 درصد در سال 1390 به 1.24 درصد در سال 1395 رسیده و برآورده ها نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت در حال حاضر به حدود یک درصد رسیده است ضمن آنکه پیش بینی می شود در سالهای آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه باشیم